سلام تماشا بینان گرامی خلاصه خبرهای مهم 18 ایول توجکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیش کش میکنیم شروع میکنیم از یک نگاه کوتا به سرخط خبر مهم روز در این برنامه حقوق شنوز و سیاست مدار شناخته شوکر جان اکیموف بازدار شده است یک پنوجوی توجک در برلین زنش را در پیش چشم ده فرزندشان کشته است با سه کودک توجیک بی مونده را رو از روسیه به تاجیکستان آوردند مرگ دو زن و یک کودک و زنده ماندن یک کودک دیگر در صدمه مودیش در عینی و اکنون تفصیلات خبرها شوکر جان اکیموف حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، بازداشت شده است و در سزای او بازداشتگاه واقع در حدود محله 46 نویه فردوسی شهر دوشنبه نگاه داشته می شود مقامات تا کنون در این باره اطلاع ای نشر نکردند ولی خبر بزداش شوکرجان اکیموف را روز 8 یول سال 2024 چند منبع علایده در دوشنبه به پایگاه خبری بامداد تصدی کردند بله چه روز باز دستگیر شده است و در بزداشگاه فردوسی قرار دارد اجرای مقامات دوستانی و وزارت داخلی پرسجو کرده می شود تصدیق کرد این معلومات را یک منبع نزدیک به مقامات حفظ حقوق توجکستان اما او در باره با چه ایتیام شدن این سیاست مدار مخالف اصحار بخبری کرد نزدیکان شاکر جان حکیم مفنیز خبر بازداشت او را تزدیخ کردند ولی اونها هم در باره مشخصا با چه شدن او اصحار بخبری میکنند یکی از نزدیکان شاکر جان حکیم مفتن و گفت که علی خانواده برای او به با بازداشتگاه فردوسی چند دفع خوراک و پوشو بردند در این مسئله یعنی دادن خوراک و پوشاک به شاکر جان به خومات نمیکنند، ممانعت نمی کنند ولی او را تا حال از نزدیک بعد خانواده نشان ندادند گفت ام صحبت به داد با گفته یکی از دوستان شاکر جان نکیموف به سبب در بوزدوش قرار داشتنش در مراسم دفن مادرش همراه خو نکیموف در زودگوهشان شرک و نبودام ویلات سوخت اشتراک کردن نتوانیسته است. او تا حال حتی از مرگ مادرش خبر ندارد. گفت این هم صحبت بامداد. همروخان حکیموف و مادر شاکر جان حکیموف روز 16 ایول در سن 86 وفاد کرد و او رو حصر امان روز در قبرستان تنگخ کنی بادام نماز جنازه و دفت کردند شاکر جان حکیموف از سیاست حکومت کنونی توجکستان همیشه انتقاد میکرد و نظرش رو پیرامان مسئول مختلف در اصانه ها عشقر میگفت او چند دفعه برای کرسی وکیل پرلمان از زادگاهش شرکان بادام نام زدیش رو پیش بری کرد ولی نگذاشت شوکر جان حکیموف مقامات را ابدار میکرد که بارو تقلب اوواز ها مانع پیروزی نامزدهای مخالف در انتخابات میشوند بازداشت او در حال صورت گرفت که از 12 میلیون سال جاری به این طرف در دوشنبه در پای بازداشت وکیل پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات توجکستان سی جعفر عثمان زاده با اتهام غصب حکومت دعوتن از سیاستمداران و منصبداران منصب در گذشته بلندپایه بازجویی شده چند نفر اونها از جمله سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس شورای عالی اکبر شو اسکندروف وزیر سابق کارای خارجی تاجیکستان همراه خون ظریفی فرمانده سابق الفا پالکوونیک نظرلو نعیم و معاون رئیس حزب دموکرات ژورنالیست شناخته امشو کامل زاده بابس گرفته شدند معلوم نیست که آیا بوزدوش شوکر جان حکیم زاده به این سلسله بوزدوش ها رب دارد یا علایده یا علایده از آنها است یک مرد 59 ساله که چند سال پیش از آلمان پناگو خواسته است همراه ده فرزندش در پایتخت این کشور شهر برلین به می سر میبرد همسر 45 ساله خود را در پیش چشم فرزندانش کشته است فرزندان این خانواده از یک تا 24 سال داشتند و پنج فرزند نابالغ همراه پدر و مادر و پنج فرزند دیگر علکای به بدوغت رسیدند و جدا زندگی میکردند ولی اما شب نس آنها نیز ба хонаи падару модарашон дар кӯчаи парк штрасе дар ноҳияи темплхоф шумберги шаҳри берлин меҳмонӣ омада буданд бехабар аз ин ки бо чашми худ шоҳиде ба сурати фоҷиабор аз дасти падар кушта шудани модарашон хоҳанд шуд исми марде ки ҳамсарашро кушт ва ҳамчунин номи зани кушташуда нашр нашудааст сабаби муноқишаи хунини зану шаффар که باشه در پیش چشم فرزندانشان کشته شدن زن شد معلوم نیست این هم معلوم نیست که چرا ده فرزند نتوانستند پیش روی این فوجه خونین را بگیرند و مادر خود را از جهل پدر نجو دهند به به گزارش رسانه‌های آلمانی از جمله پایگاه خبری برلین لایف و برلین کوریر فوجه در پارک شب یک شنبه 3 یونی سال 2024 رخ داده است تقریبا ساعت دو شب به پلیس از یک منزل واقع در کوچه پالشتراسه زنگ زدند و کارمندان پلیس به جای حادثه رفته در داخل آن خونه جسد یک زن 45 ساله را با علامت های مرگ مجبوری پیدا کردند سخنگوی پلیس برلین در شهر این حادثه گفت این زن 45 ساله در قسمت سرش جراحت داشت و بر اساس معلومات مقدماتی گمان می‌رود که این جنایت است برلین لایف با تکیه به منابع خود می نویسد که مرد 59 ساله همسرش او زده زده کشته است پلیس خبر داد که شوبه تحقیق کشتار به تحقیق این شروع کرده است و شفر اون زن را با گمان دست داشتن در قتل بهرمانه زنش بابز گرفتند برلین لایف خبر داد که این اولای بزرگ چند سال پیش از تاجکستان به المان آمده بود و در منزل در پارک به سر می برد پنج فرزند به کمال رسیده این خونه بوده از پدر و مادر جدا زندگی میکنند ولی پنج فرزند نابالغ اونها همچنان در منزل در کناری. падару модарашон ба сар мебурданд вале он шаби сеюи июн биноба иттилоҳи берлин куриер панҷ фарзанди калонсоли ин оила низ дар мемонӣ дар хонаи падару модарашон қарор доштанд берлин куриер хабар дод ки ин оила ҳамчун паноҳҷӯ ба олмон омада дар инҷо дархости паноҳандагӣ карда буд ҳамсоя ин оила дар парк штрасе ба ин расона гуфтанд ки паноҳҷуёни тоҷик чандон ба забони немсӣ балад набуданд ва ба ин далел бо онҳои зиёд муошират надоштанд قانونگذاری آلمان برای کشتار همچون جزا از پنج سال زندان تا حبس عمر بود در برخ ولایت های علایده پیش بینی کرده است کشتار زن در آلمان جنایت مخصوصا وزنین دانسته می شود و به این دلیل مرد پناهجوی توجک را برای قتل بیرمانه امسرش حکم طولانی زندان تهدید می کند در سالهای آخر ده ها از زدگان توجکستان به کشورهای اروپا جمله به آلمان کوچیدند برخی آنها پناهجو که از ترس تعقیب به دلیل سیاسی ё мазҳабӣ тарки тоҷикистон карданд вале бахши аъзами ин мардум тоҷикистониҳое мебошанд ки ба далелҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва асосан бо орзуи таъмини як ояндаи беҳтар барои худу фарзандони худ рӯ ба аврупо оварданд тамошобинони азиз ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарин ахбори тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод тамошо доред барномаро идома медиҳем سفارت توجکستان در روسیه روزی هفته می سال 2024 دا خبر داد که با سه کودک که در روسیه به پرستار مونده به توجکستان برگردانی شدند سفارت در ایتالیا کوتوش گفت 15 می سال 2024 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت جمهوری توجکستان در فدراسیه روسیه سه نفر شهروندان نوبالغ جمهوری توجکستان که در قلمرو روسیه به پرستار مونده بودند طبق سازشنامه کشینیوف اوید به همکاری دولت های از دولت های مستقل اوید به برگردونیدن شهروندان نابالغ به وطن برگردانیده شدند سفارت در برای بچه دلیل در روسیه به پرستور موندن این سه طفل یگو معلومات دیگر نداده است ولی در اکثر موارد فرزندان نابالغ موجران توجک در صورت مرگ والدان آنها و یا به گناه بازداشت زندانی شدنشان در روسیه به پرستور میمونند سفارت تاجکستان ذکر کرده است که از اول سال جوری علکی سیوش سروان نوبولیغ جمهوری توجکستان به نزدیکانشان برگردانیده شدند. سفارت تاجکستان هر سال در بوره از روسیه او وردن دهو تفل بیپرستور مونده نشر میکند. در روسیه بنا به ایسابها تا یک میلیون موجری تاجک رو زندگی میکند. مبلغ هایی که از روسیه و با شرفت موجران به تاجکستان فرستاده میشوند یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده ها و هم یک عامل اساسی حرکت عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته می شود هزاران نفر از مهاجران توجک همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به مهاجرت می برند ولی در مسافرت گاه و اتفاق های پیش می آیند که باید در شرایط مشکل افتادن و به پرستار موندن فرزندان این مهاجران در ملک غربت می شود سفیر سابق توجکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف باره در این مسئله گفته بود که تاجکستان فرزندان پرتووی ندارد و همه کودکان تاجک را ما در ور به میگیرد می گیرد، تربیت می کند و به وای می رساند. کتاب نوی روزنامنگار تاجک سورو بیزیو تحت عنوان مجده صبح بچه رسید که مجبور آشر که مصاحبه او با چهره های شنوخته علم و عدب کشور را فرا میگیرد. این کتاب چهره از شخصت های عدبی و فرنگی توجک <تزق است. سورو بیزیو این آشر мусоҳибаҳоро дар солҳои гуногуни фаъолияти рӯзноманигории худ таълиф кардааст китоби мазкур аз панҷ бахш иборатааст дар суҳбати академик муҳаммадҷон шакурӣ дар сӯҳбати соҳибдилон чеҳраномҳо сугномаҳо ва як достон ба поси хотири падарам ду бахши аввали китоб фарогири мусоҳибаҳои суроби зиё бо академик муҳаммадҷон шакурӣ академик саъдинисҳо ҳакимова шоирони маъруф муъмин қаноат бозори собир фарзона адибон абдулҳамид самад абдураҳмони абдуманон рассом сабзали шариф ва коргардон сафарбеки соли мебошад дар бахши баъдӣ оширкӯҳ черакушоиҳои муаллиф дар бораи академик минҳоҷ ғуломов журналист искандар мирзоев ҳунарманд ортиқи қодир журналист бобоҷон икромов сиёсатмадор بوری کریم، هنرپیشه رجبگل گل و سراینده فرقت سعید و دیگران پیشنهاد خواننده خود است. سورو بیزیو که 60 سال دارد، ژورنالیست توجه توجک است. او از آخر سال 80 فعالیت کوریاش رو در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون توجکستان آغاز کرده بعدا در هفتنامه اوینه زندگی و توجکستان فعالیت کرده است. از ماه مای سال 1997 تا حال در دفتر بخش فارسی بی, بی سی در توجکستان کار می کند سورا بیزیو در برابر تایه صدا و گزارش و مطالب آنلاینی همچنین مؤلف سه فیلم مستند است یکی از آنها در فیلمبردار فیلم و عکس بردار شناخته زهور دخته دومی در هنر بلی در توجکستان و سیوم سی در شور معروف توجک فرزونه که هر سه طریق تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شدند یادآور می شویم. نخستین کتاب سورا بیزیو با نام استوره فرنگ و اونر توجک که بر روزگار و آثار فیلم بردار و عکس بردار معروف توجک زور دخته بخشیده شده است سال 2023 به تعویق رسید دسته مخصوص نجودگی کمیشه لوتای ففخلوده توجکستان در وادی زرفشان خبر داد که نیمه دوم روز 7 میول سال 2024 در یک صدمه مدیش در نویای عینی بر اثر بچخوری تقریبا 180 متر چپه شدن یک تحت دوره روننده ای زن و یک زن مسافرش با یک کودک در جای اودیسه به لوکت رسیدند یک کودک دیگر به طور معجزه‌ای در این صدمه ای مدهش زنده زند مانده است بنا به اطلاع نجود روز یول تخمینا ساعت 18 و 20 دقیقه به نوبدار کمیته اولتوی فخرخلوده ولایت سوخت در وادی زرفشان از طرف سردار بخش اولتوی فخرخلوده نویای عینی خبر دادند که дар километри яксаду бисту дуюми шӯрои душанбеи чанох дар ҳудуди мавзеи оби хуҷаи ноҳияи айнӣ садама рух додааст наҷотдиҳандагон ба ҷои ҳодиса расида маълум карданд ки ронандаи мошини тамғаи хундай аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромадааст ва мошин ба фондарё ба чуқури тақрибан яксаду ҳаштод метр сарозер шудааст дар дохили мошин ду зан ва ду кӯдак буданд се нафари онҳо ҳангоми сарозер гаштани мошин аз дохили он ба берун рафтида ба алокат расиданд نجودندگان با یوری کارمندان شرکت آیریس با تجهیزات کونوردی و غبوسی به لب دریا فرامده یک نفر کودک را زنده از لب دریا برآورده به بیمارخونه مرکزی نویه اینی انتقال دادند نجودندگان همچنین جسدهای های دو زن و یک کودک حلو شده را از لب دریا برآورده نیز به بیمارخونه مرکزی نویه اینی انتقال دادند نجودندگان در پی این صدمه پرقربانی از همه رونندگان و مسافران خواستند که ҳангоми ҳаракат дар роҳ эҳтиёткор бошанд ва ба саросимагӣ роҳ надиҳанд чунки онҳоро дар хона азизонашон мунтазиранд дар ҳамин ҳол кумитаи отои фавқулодаи тоҷикистон хабар дод ки суи7 июли соли д тахинан соаин0 дақиқа як занипадусолаи сокини деҳаи пахтаободи ноҳияи шаҳритуз ҳангоми ҳаракат бо мотосикл ҳамроҳи набираи дусолааш дар ҳудуди деҳаи заркамари ноҳияи қубодиён аз удаи дораи воситаи нақлиёт баромада натавониста аз роҳ баромада ба канал чапа шудааст дар натиҷаи садама набераи ин зан ғарб шудааст ҷустуҷӯи ҷасад давом дорад роҳҳои тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо роҳҳои пурхатар дониста мешаванд ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои тоҷикистон то 00 нафар ба локат расида беш аз 1200 тани дигар муаюб мешавандашбнниз ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед cw бо cоm хуш бошед